سلام، برنامه میدان سبز هست و اعلام نتایج زون شرق افغانستان. تیم بازهای اسمینغر هفته گذشته داوران ما 15 نفر را مستقیما انتخاب کردند، 6 نفر را به بخش رایدهی روان کردند. از میان این 6 نفر 3 نفر و 3 بازیکن را در طول یک هفته شما دوستان عزیز انتخاب کردید، بیشترین رأی را برایشان ارسال کردید و امشب در پایان این برنامه آن 3 نفر اعلام خواهند شد و به برنامه و به تیم بازهای اسمینغر خواهند پیوست. امیدوار هستم که انتخابتان دقیق بوده باشم. اما در برنامه امشب میدان سبز مهمان داریم، گپ و گفتگو داریم، صحبت‌های مختلف داریم و یک رقابت از دو نسل مختلف فوتبال داریم. البته تمامی این موضوعات از زاویه فوتبال هست و بس. در ابتدا نگاهی کوتاه بر برنامه هفته گذشته زون شرق افغانستان. نخستین برنامه استعدادیابی فوتبال در افغانستان این بار میدان سبز به زون شرق سفر کرد. راغلم دا پروسه ته چی خپل ارزوغان ته ورسېږه. داوران از میان هزاران اشتراک کننده به دنبال 18 بهترین بودند، اما در ابتدا باید 30 بازیکن انتخاب میشد تا کار برای انتخاب 18 نفر آسان تر شود. 30 اشتراک کننده، 3 داور و 3 چالش فیزیکی، تکنیکی و روانشناسی. در هر بخش با تصمیم داوران 3 نفر که امتیاز کمتری داشتند از برنامه حذف شدند. در 3 بخش 9 نفر با میدان سبز خداحافظی کردند. در پایان 21 نفر باقی ماندند، اما 6 نفر از آنها راهی بخش رایدهی شدند و 15 نفر مستقیما به تیم زون شرق یا بازهای اسمینغر راه یافتند. مردم افغانستان یک هفته زمان داشتند تا با رأی خود 3 نفر را به برنامه بازگردانند. یک هفته که امشب پایان آن است و تا لحظات دیگر نتایج رأی شما مردم افغانستان اعلام خواهد شد. نگاه کوتاهی بر برنامه زون شرق افغانستان میدان سبز بود. تمامی موضوعات به پایان رسید. 15 نفر داوران انتخاب کردند، 3 نفر را شما مردم افغانستان انتخاب کردید. زمانتان تمام شده. در پایان برنامه امشب اعلان خواهد شد که کدام 3 نفر به برنامه باز می‌گردند. امیدوار هستیم که شما هم به مثل داوران ما بهترین ها را انتخاب کرده باشید. اما این موضوع اعلام نتایج و زون شرق افغانستان و میدان سبز و تیم بازهای اسمینغر را میمانیم تا پایان برنامه. شما باید در انتظار باشید. در بین راه و تا آنجا که برسیم بعضی صحبت‌ها و گفت‌وشنودهای فوتبالی دیگر هم داریم. مهمان این لحظه برنامه ما استاد عبدالصبور ولی‌زاده، حتما با چهره‌شان، با نامشان، با صحبت های شیرینشان و با سوالات سختشان آشناسی در میدان سبز، اما این بار به عنوان داور بخش روانشناسی نه خیر بلکه به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال کابل مهمان ما هستند و همچنین زهرا محمودی، یک تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان. استاد عبدالصبور ولیزاده مسئول فوتبال زنان در افغانستان هم هستند و به هر حال این وظیفه سخت و دشوار هم بر دوش دارن. تیم ملی کشورمان چندی بعد سفر داره به سریلانکا و دومین دوره بازی های جنوب آسیا. تمریناتشان را نگاه کوتاه می اندازیم، بعد از آن برمیگردیم مفصل صحبت خواهیم کرد. این دختران عضو تیم ملی فوتبال زنان افغانستان هستند. فدراسیون فوتبال در افغانستان کمیته زنان را ایجاد کرد، هرچند که آغاز این را با دشواری های همراه بود، اما آهسته آهسته تمامی این مشکلات رنگ بهبودی به خود گرفت. تیم ملی فوتبال زنان در بسیاری از مسابقات خارجی حضور داشتند، اگرچه دستاورد نیاوردند، اما حضورشان در آن مسابقات پررنگ بود. ما تا چند روز دیگر شاهد مسابقات جنوب آسیا خواهیم بود که خوشبختانه تیم ملی فوتبال زنان هم حضور دارند. این تیم چانس دارد که در مقابل عریفان خود خوب بدرخشد. ما فعلا برای مسابقات جنوب آسیا صف گیم آمادگی می‌گیریم که قرار است چند روز بعد در کشور سریلانکا برگزار بشه که تیم ملی کشور ما با کشورهای پاکستان، مالدیو و نیپال همگروه است که امیدوار هستیم با آمادگی که ما داریم و تمرینات ثقلی که داشتیم بتونیم که با موفقیت از گروه خود برایم و همچنان بتونیم که یک دستاورد خوب داشته باشیم. اعتماد به نفس این دختران را تحریک به شکست حریفان کرده و به این عقیده هستند که با کمک و یاری خداوند این بار می توانند دست پر به کشور برگردند و افتخار آفرین باشند. من
امیدوار هستم برای اشتراک برای بار دوم در این مسابقات که بتونیم با کمک بازیکنایی که از اروپا و آمریکا به تیم ما اضافه میشه و یک هفته قرنطینه در کشور دبی بتونیم یک همانگی خوبی به وجود بیاریم که بتونیم در دومین دوره مسابقه یک دستاورد خوبی برای فوتبال افغانستان داشته باشیم. امیدواری این تیم یک گام دیگر به سوی پیشرفت و آینده روشن زنان در افغانستان خواهد بود. مردم افغانستان امید دارند که دختران شجاعشان در میدان مسابقه جانانه مبارزه کنند. به امید سربلندی و پیروزی این تیم. نگاه کوتاهی بر تمرینات تیم ملی فوتبال زنان افغانستان بود. چند وقت بعد سفر دارن، برایشون دعا کنید که انشاءالله در دومین دوره بازی‌های جنوب آسیایی که ما می‌خوایم شرکت کنیم موفق و معید باشن. استاد سلام، شبتان بخیر. زهرا جان شب شما هم بخیر. و به رسم احترام و پیشکسوت بودن صحبت‌ها را شما استاد آغاز می‌کنیم. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان سفر داره. ابتدا خبر شدیم که می‌خواین یک اردو در دبی داشته باشن و بعد از او به سریلانکا سفر کنن. اوضاع چگونه است؟ خوب است؟ تیم خوبی داریم؟ بله، خوشبختانه این دفعه با ترکیب تیمی که ما داریم و این تیم آمادگی بسیار خوب خوشبختانه داشتن و همچنان از بازیکنایی که در ترکیب قبلی تیم ما در سفر قطر بودند ما بسیار یک نتیجه خوب گرفتیم از مسابقات. بله. که انشاءالله 6 بازیکنی که ما به امریکا داشتیم از افغانای ما در این سفر دعوت کردیم اونا را و در ترکیب اصلی تیم شامل می باشند و جای خوشی است که فدراسیون فوتبال افغانستان برای دومین بار تانسته که اردوگاهی برای تیمای ملی خود داشته باشه. همونطور که ما یک اردوگاه تمرینی برای تیم ملی بچه‌ها در دبی داشتیم و نتیجه از خوشبختانه معلوم شد که بسیار یک دستاورد خوب برای فوتبال افغانستان بود که نایب قهرمان مسابقات قهرمان شد. بله. و خب اگر سر روزو صحبت کنیم اون تیمی بود که باید قهرمان میشد و قهرمانی از آن افغانستان بود. خب بدبختانه او موضوعی بود که همگی فکر میکنم یک نقطه ضعف داشت کارمان ورشی افغانستان در اون زمان تیم ملی مردان افغانستانی که دوم شدیم داور ندیده بودیم پیش پیش. خب هر حال از موضوع بگذاریم. بله. اما اردوی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در دبی چقدر آب و هوای امارات و جزیره دبی نزدیک هست با سریلانکا؟ یعنی شباهت داره آب و هوا؟ خب از لحاظ اقلیم من فکر میکنم که تقریبا شبیه است. آب و هوا یکی است و به من خاطرم یکی به خاطر از اینکه بستگی تیم ارتباط میگیره به این مسابقات که بازیکنایی که از امریکا میاد بازیکنایی که از ترکیب افغانستان میرن در اونجا یک تمرینات مشترک داشته باشن یک موضوع و موضوع دومی که از لحاظ آب و هوا بتونه تیم ما خوبتر آمادگی خود داشته باشه. گفتید از بازیکنانی که از خارج از افغانستان میان، یعنی میخواهید که از افغانانی که مهاجر هم هستن بازیکنان خوبش استفاده کنیم مثل تیم ملی مردان ما؟ طبعا. بله، اونا حق دارن که با تیم ملی فوتبالشان بازی کنن. هر افغانی که به هر گوشه دنیا باشه این معمول از تمام کشورها نه تنها افغانستان، تمام لژیونرهای خود میخوایم. بله تمام کشورهایی که بازیکناش به خارج از کشورشان میباشه وقتی که یک مسابقه ملی می داشته باشن اونا در ترکیب تیم ملی خود اشتراک میکنن و در مسابقات اشتراک می داشته باشن. کی سفر دارید بخیر؟ تاریخ 30 تیم ما حرکت میکنه به طرف امارات و 6 روز حدود یک هفته بعد تقریبا میشه که 4 تا 5 روز دیگه ما 4 تا 5 روز دیگه سفر دارن. دعا کنی برای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان. اما زهرا، وضعیت تیم ملی از نگاه خودت که یک بازیکن هستی چگونه است؟ دور نخست بازی های جنوب آسیا را برای نخستین بار که ما در مسابقه جنوب آسیا شرکت کردیم نتایج خوبی نگرفتیم متاسفانه استاد و خیلی زود حذف شدیم از دور از مسابقه در مرحله گروهی. اما این بار امید داری که از گروه صعود کنید؟ بله، در مسابقات قبلی و دوره قبل که ما اشتراک کرده بودیم اولین تجربه ما بود، نه تنها در مسابقات جنوب آسیا بلکه اولین تجربه برای اشتراک در یک مسابقات رسمی بود. آفرین. ما برای بار اول اشتراک کردیم که ما غیر از یک تساوی که مقابل مالدیو داشتیم شکست داشتیم متاسفانه، اما باز هم با شناخت که ما با بازیکنای ارتا افغانی که از خارج میآیند با شناختی که از اونا پیدا کردیم ما امیدوار بودیم که بتونیم در مسابقات آینده بهتر باشیم. قسمی که شما دیدین در مسابقات قطر ما هماهنگی پیدا کرده بودیم که تونستیم قطر را 2-0 شکست بدیم. آفرین. و با توجه به آمادگی که ما فعلا داشتیم و در طول ماه مبارک رمضان ما همه روزه تمرینات خود را داشتیم و همچنین با توجه به یک هفته قرنطینه که ما در دبی خود داشتیم، ان شاء الله با امید خداوند و با دعای مردم ما ان شاء الله که ما یک نتیجه قابل قبول را این بار به دست میاریم. زهرا، قرنطینه یک هفته‌ای در دبی فکر می‌کنی موثر باشه؟
خب قسم که شما میدانید ورزش فوتبال بیشتر از سایر ورزش‌ها به هماهنگی نیاز داره، به خاطر 11 بازیکن بله داخل میدان باید هماهنگ باشن و من فکر میکنم که یک هفته هم باز هم کم است به خاطر اینکه یک ترکیب تیم بتونه با هم هماهنگ باشه، اما باز هم بسیار میتونه موثر باشه برای ما. بدون شک. استاد از لحاظ روانی هم با تیم کار کردید؟ بله بله، از لحاظ روانی ما یک تجربه بسیار خوب از مسابقات هندوستان گرفتم و همیش بعض سوالات که ما از اشتراک‌کننده میدان سبز هم داشتم بیشتر فوکس سوالات ما روی مسابقات جنوب آسیا و رسمی تیم افغانستان که در هندوستان بود. واقعا تیم ما این شکست که متقابل شدن یک شکست روانی بود، یعنی تیم ما از لحاظ روانی خود باختن که ما بدبختانه اتر یک نتیجه خراب برای تیم خود گرفتیم. تشکر از شما استاد، زحمت کشیدید آمدید، آرزوی موفقیت داریم پیشاپیش برای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و امیدوار هستیم که همیشه پیروز و سربلند باشید. منتظر هستیم که حتما از گروه صعود کنید. تشکر زهرا. تشکر استاد از شما. یادم رفت وقفه. اما 15 نفری که توسط داوران در میدان سبز زون شرق افغانستان انتخاب شدند و مستقیما به برنامه راه پیدا کردن و عضویت تیم بازهای اسپینغر را از آن خود کردن، کیا هستند؟ احمد فهیم 27 ساله از ننگرهار، ابهر علی 19 ساله از ننگرهار، ایمان نبیزاده 18 ساله از ننگرهار، عبدالحکیم مؤمن 23 ساله از ننگرهار، اجمل پردیس 23 ساله از ننگرهار، عشمت الله رنجبر 19 ساله از ننگرهار، فرید احمد دانش 19 ساله از ننگرهار، حامد احمدی 19 ساله از ننگرهار، سید خلیل سادات 22 ساله از ننگرهار، نقیب الله الکوزی 19 ساله از ننگرهار، هارون سهاک 18 ساله از ننگرهار، عبید الله غبار 23 ساله از ننگرهار، عبدالعادی 20 ساله از ننگرهار، محمد اسلم کریمی 20 ساله از ننگرهار، زیارمل 21 ساله از ننگرهار. این همان 15 نفری بودند که در تیم زون شرق افغانستان به هر حال راه یافتند، اما همچنان زمانی باقی است تا رسیدن به اعلام نتایج زون شرق افغانستان و یا همان 6 نفری که توسط داوران به بخش رایدهی را پیدا کرده بودند. پیش از تمامی این موضوعات یک بخش ما در میدان سبز داریم به نام بخش رقابت دو نسل مختلف فوتبال در افغانستان، یکی پیشکسوت سرسفید و دیگری یک جوان. تا رسیدن به آن بخش صحبت ها را آغاز میکنیم با کسی که عضویت تیم ملی فوتبال افغانستان کابل الف در آن زمان و نکته جالب دیگر این که یکی از خوبترین تیم‌های آن وقت تیم معارف بود که عضو تیم معارف افغانستان بودند و سالها و سالها خوش درخشیدند در عرصه فوتبال در افغانستان، استاد نعیم کریمی و کسی که فعلا مسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال افغانستان هست. استاد سلام، از حضورتان در برنامه خوشحال هستم و اینکه شما مهمان ما هستید افتخار بزرگی است برای من. تشکر میکنم. من هم خدمت شما و خدمت دوستای دیگه که در این برنامه سهم دارن، مرا وقت دادن تا بیایم از نزدیک با شما صحبت های داشته باشیم. تشکر استاد. میدان سبز و برنامه اعلام نتایج به هر حال بهانه ای است برای یادآوری از نسل قدیمی فوتبال در افغانستان، نسلی که آیسته آیسته به دست فراموشی سپرده شده، اما ما نمیخوایم که این طور شود. ما میخوایم که همچنان کسانی که جز افتخارات ورزش افغانستان و فوتبال افغانستان بودن در به هر حال سطح بالایی از فکر مردم در افغانستان وجود و حضور داشته باشند. وضعیت فوتبال در افغانستان استاد چگونه است از دید شمایی که سالها پیش از بازی فوتبال خداحافظی کردید؟ بله، خب زمانهای سابق امکانات
تا امکانات فعلی فرق داشته. بله، اما برای فعلا امکانات فوتبال خوب است و به می ترتیب این میدان سبز که شما یادآور شدین، این برنامه و یا ابتکار از طرف امی دستندرکارای فوتبال تلویزیون بخصوص طلو و اشتراک بهترین ترینرهای ورزیدی فدراسیون فوتبال و تحت نظر مستقیم فدراسیون ملی ما که روی دست گرفته شده و قریب مسابقات ازی در شهر کابل در پروژه گل برگزار میشه که تمام هموطنان ما از طریق تلویزیون و لایفی را دیدن خواهد کرد. بدون شک یکی از خوبترین امکانات است، بدون شک یکی بهترین... از گام های موثری است در عرصه پیشرفت فوتبال درست است. خب گپ های بخصوص در مورد وجود داره، موجود است که بعضا جهت های منفیش فکر میکنن، اما در مجموع یعنی شاید از این بازی ها خود بودن و رشد همه جانبی فوتبال دمی رازهای رشد همه جانبی فوتبال دهی نافت است. دمی برنامه میدان سبز واقعا کسای دهی کار میکنن که در آینده ما میبینیم از نزدیک عملا که واقعا برای رشد همه جانبی فوتبال خدمت خوبی شده، یک گام مثبت برداشته بشه. بدون شک. تشکر استاد از حضورتان در برنامه. اما در این بخش یک رقابت از دو نسل مختلف فوتبال در افغانستان را می‌خوایم داشته باشیم. این رقابت را بعد از دیدن یک تصویری از یک جوان آغاز خواهیم کرد. تصاویری که شما مشاهده کردید از حرکات پابتو و نمایشی طارق، کسی که همین لحظه با ما. سلام طارق. خوب جان جان بخیر اومدی. خوب بود، والا حرکاتت مقبول است، میشه یک چیز جان میشه. استاد یک رقابت از دیگر رقابت بین دو نسل مختلف است و به هر حال برد و باخت در هر رقابت هست. ابتدا کی آغاز میکنه؟ سه شوت شما با اون نقطه پایین و سپس شش شوت به نقطه بالا. بفرمایید استاد بزرگوار. استاد شروع کنید. شما باجتون تو شروع میکنی تاره؟ بله. پایین؟ شروع کن به نقطه پایین. از یکیچ. از دو هچ. سومین ضربه تن هچ. و بفرمایید استاد. از یکیچ. از دو هچ. و سه. این استاد مرا مجبور میکنی دیگه این تو کار کن. از سه همه ایچ. طارق سه ضربه به نقطه بالایی که در او قسمت است. آفرین. از ضربه چهارمت یک تا. چیزی نمانده بود. پنجار فهمش الان تو به اینجا میخورد این آورید. بسیار از شش ضربه طارق یک گل درست است. استاد شما سه ضربه دیگه دارید، اگر دو گل جواب بردید یک گل مساوی. اجازه است بفرمایید. الله نیمه گل بود دیگه استاد. توپ در پای خورد. چهارمین پنجمین ضربه از مابین گل میبرای استاد. نمیدونه. حالا خیر استاد در جوان ها دل میسوزانه. این ضربه آخر است استاد. بسم الله. الله سه تو بپایه و شما از شش ضربه استاد هیچ گل و گل تبدیل کردید. هیچ گل برنده این آسان. بله و خودت از شش ضربه یک گل و بردی. تشکر استاد. از شما تشکر. به زمان اعلام نتایج زون شرق افغانستان و یا تیم بازهای اسپینغر رسیدیم. اکبر سلام، شبت بخیر. امیدوار هستم که مردم افغانستان به بهترین های این شش نفر رای داده باشند و یک تیم قدرتمند به نام تیم بازهای اسپینغر داشته باشیم. هو منګه تاسو ټول پام دی هیله یو او وګړي هم پام دی هیله چې تر ټولو خ غوړه کړی وي زګته غویرای ور کړی دا نو دوستانو
بیا هم هغه ډګر دی، هغه میدان دی کوم ځای کې چې د درې نفرو نتیجه اعلانیږي، یعنی هغوی به بریا عمومي او درې نفره نور به نور د تل لپاره نه بلکې تر کاله پورې له شین لوبغالي نه خدای پاماني واخلي. قدرمن لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو دا شپږتنه وینئ، دوی هغه شپږتنه دي چې د رایې ورکولو پروسې ته تللي دي. زیارمله، ته هغه څوک یې چې تل د فوتبال په میدان کې یا د فوتبال لپاره د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ وي، ممانعت یې کوو، تا باید فوتبال نه وای کړی. اما سره له دې ټولو ستونزو تا بیا هم خپل همت وښود او د فوتبال هغه شوق چې له تا سره و دا چې ته یو ښه لوبغاړی سي دا ټول تا وازمایل او دا دی تر دې دمه چې شین لوبغالي ته دې لار پیدا کړه. زیارمله، یو قدم مخکې راغلې، درځه قدمونه دې نور هم ګړندي که او په دې لور نه پنځلستان ته لاړ سه. ته کامیاب یې، تا ته دې مبارک دي. سید مظفر شاه هغه څوک چې جسامت له لحاظ نه تر ټولو وړکی ښکاري. هغه څه چې زه باید اوس په ډاګه کوم هغه دا دی چې ته د فوتبال لپاره یو کال د ښوونځي نه هم پاتې سوی یې، ناکامه سوی یې، او تر دې حده چې ستا اقتصاد هم حجاب نه کوي چې ته فوتبال وکې، آن تر دې چې دا اوس دم ګړی ستا شینکاک خپل نه دي. نتیجه دی معلومه نده، اما رحمت الله سره له دې ټولو ستونزو چې دی لري او درلودې نور په خپرونه کې له موږ سره نسته. دی رحمت الله، ستا د خدای په امان وي. سید مظفر شاه، ستا نتیجه معلومه نده، اوسه پورې عرفان شین لوبغالی ته راغلې، هیل دې درلودې په دې هیله چې زه یو وخت به ستا هیلې پوره سي. خدای دې ستا نورې هیلې پوره کړي د ژوند په ټولو چارو کې. اما زه فکر کوم تر کاله پورې ستا دا هیله پوره نه سوه، ته نور له موږ سره په خپرونه کې نه یې. سید مظفر شاه کاووس محمد فهیم، کاووس له اوکراین نه راغلی دی په دې هیله چې شین لوبغالي ته لار پیدا کړي. کاووس، تا د مهاجرت په دوره کې دومره فوتبال کړی دی چې ته یې شین لوبغالي ته راورسولې، د رایې ورکولو پروسې ته لاړې، اما له رایې ورکولو پروسې نه دا چې ته له اغېزې نه راغلی زحمت دې ښکلی دی، مګر چانس تا سره یاري وکړه او پنځلستان ته یې کامیاب. په تاسو دواړو کې یو تن شین لوبغالی ته ځئ او یو تن د کور په لور ځئ. محمد فهیم هغه څوک دی چې د ده فوټبال نه یوازې موږ لیدلی دی، د دوی ملګرو لیدلی دی، بلکې دوی د افغانستان په ملي ټیم کې هغه ټیم کې چې د 19 کلنو او 18 کلنو ټیم و هغه کې هم لوبې کړي دي، خارجي سفرونه هم درلودل. دا په دې معنی چې دوی ښه فوټبال کوي. سید مظفر شاه، که چیرې فهیم تا ته ووایي چې فهیم ناکامه وي او تا ته ووایي چې ما ته دې دا چانس راکړه دې لپاره چې ستا ملګری هم دی، درحاله چې هغه ټول ته معلوم ده چې ښه فوټبال کوي، بد نه دی، ته هم ښه یې، ته د دوست په صفت له فهیم سره څه کوې؟ سر به ترې قربان کړه، چې خپل چانس ورکوې وبه ګورو نو. تقدیر یوه بله معامله کړې ده او زه یې باید په ډاګه کړم. تاسو دواړه لومړی درځئ، یو غېږه یو بل نه واخلئ.
د خدای پامانی لپاره پښین لوبغالو کې سید مظفر شاه تو ورځ 15 لستان ته اما فهیم استا پاره زډیر خوشینه یم تنه نور په خبرونه کې نو سره یو تکړه لوبغاړی یعنی د ننګرهار د منتخب د ټیم یو تکړه لوبغاړی واقعاً چې ننګرهار ته ښې لاسته راوړنې کړې وې نشم ویلی چې دا د خلکو فیصلې څنګه فیصلې دي چې واقعاً داسې یو ښه لوبغاړی یعنی په 10 کلن ټیم کې یم او داسې 19 کلن ټیم کې یم د ملک نه بیرون ځای کې یعنی په نورو ملکونو کې ډېر ښایسته لاسته راوړنې افغانستان لپاره کړې وې متاسفانه د خلکو ډېر یو داسې فیصله وکړه چې هغه نور زه نشم ویلی او نه برداشت کولی شم چې زمونږ یو تکړه لوبغاړی مونږ سره په دې سپین یعنې د سپین غر ټیم کې ونه شو ولاړه په بل طرف ته نو واقعاً زه ډېر زیات خفه یم سه نفری که شما مردم افغانستان با آنها بیشتر از آن سه نفر دیگری که در مجموع 6 نفر در بخش رای دهی بودند به تیم بازگشتند. تصمیم شما هموطنان ماست، شما دوستداران میدان سبز و هیچ کس نمیتونه هیچ حرف و حدیثی در این رابطه داشته باشه. مطمئنا انتخاب دقیقی داشتید و بهترین ها را انتخاب کردید. امیدوار هستیم تیم بازهای اسپینغر یکی از قدرتمندترین تیم ها در نخستین دوره لیگ برتر فوتبال افغانستان باشه. لیگی که به حمایه مالی شرکت مخابراتی روشن و به ابتکار فدراسیون فوتبال افغانستان و به همکاری تلویزیون طلوع راه اندازی میشه. امیدوار هستم که سخت ما را دنبال و همراهی کنید تا موفقیت های بیشتر در میدان سبز. خدا نگهدار. برنامه فردا شب هم فراموش نشه.